از اصلی ترین اصول و پایه های فکری و اعتقادی فرقه زاله وهابیت مبارزه با اندیشه و مذهب اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم بوده و هست بر همین اساس از روز تاسیس حکومت آل سعود در عربستان سعودی تا به امروز همواره به مبارزه مستقیم و آشکار با شیعیان در سراسر سر جهان به خصوص در داخل عربستان پرداختند همکارم علی اکبری گزارش میدهد حکومت عربستان امسال نیز مانند سالهای گذشته با سنگ در مسیر احیای شاعر حسینی در مناطق شیعه عربستان سعی دارد چراغ دستگاه امام حسین علیه السلام را خاموش کند بر همین اساس مقامات این کشور در ادامه سرکوب آزادی های دینی اقدامهای مختلف علیه شیعیان این کشور را با شروع ماه محرم الحرام تشدید کردند بر اساس گزارش وبسایت العهد لبنان اداره پلیس امنیتی اطلاعاتی در عربستان سعودی مسئولان مسجد المسعله و حسینی امام حسین علیه السلام را فراخواند و هر کدام از آنها را شست هزار ریال سعودی یعنی حدود شانزده هزار دلار جریمه کردند. در ادامه این گزارش آمده همچنین از مسئولان تعهداتی برای لغو مراسم عزاداری در شبهای ماه محرم گرفته شده است اهالی منطقه شیعه نشین قطیف از سخت گیری های مقامات سعودی درباره مراسم ازاداری محرم نسب بنر و امثال آن بسیار ناراضی هستند. چندی پیش نیز معموران حکومت سعودی با بلدوزر مسجد امام حسین علیه السلام در شهر عوامیه در استان قطیف را کاملا تخریب کرده بودند. طی چند دهه گذشته دهها شیعه در این منطقه دستگیر شدند بازداشت فعالان شیعه و مخالفان دولت سعودی هرچند همواره در عربستان وجود داشته اما از زمان به کار آمدن محمد بن سلمان در جوان 2017 به این سو روند بازداشت ها و سرکوب مخالفان افزایش چشمگیری داشته بگونه ای که در ماه می 2019 حکومت سعودی دست به اعدام 37 نفر زد. در بین اعدام شدگان 6 نفر نوجوان بودند و 33 نفر از آنها نیز از شیعیان قطیف و احساب شمار می آمدن. کسانی که صرفا به خاطر بیان عقیده و حضور در اعتراضات از سال 2011 در زندان به سر می بردن.